خدا رحمت کنه چاوز رو که انصافا تو سینه سپر کردن مقابل امریکا همیشه پای کار بود. تعریف و تمجید از چاوز حقش بود، اما واقعا باید کار رو به رجعت چاوز وقت ظهور حضرت کشوند؟ نمیشه معتدل تعریف و تقدیر کرد؟ نمیشه عزای عمومی و شهید و اینجور تعابیر رو سر جای خودش خرج کرد؟ یک متفکر در همه ی عرصه ها، در یک برنامه زنده تلویزیونی که الان دقیق یادم نیست امروز بود یا دیروز بود یا فردا، علت شکست امریکا در طبس رو نه طوفان شن بلکه فرسودگی هلیکوپترهای امریکایی عنوان نمودند. چطور میشه این هلیکوپترها اینقدر فرسوده است؟ فرمایشات گوهربار ایشون این سوال رو برای ما پیش آورد که امریکا برای مهمترین موضوعی که حیثیت کاخ سفید و فرستاد تو باقالیا چرا و بر اساس چه تحلیل تخیلی باید از تجهیزات فرسوده استفاده کنه، نه بهترین تجهیزاتش. توپخونه ایران و همشهری همچنان مشغول گلوله باران طرف مقابله. بعد از دعوا بر سر تونل نیایش و بزرگراه همت و مسکن مهر و از این جور سوژه ها، کار به جکوزی و توالت فرنگی رسید. توی این دعوای جدید اول ایران که این روزها به دلایلی که گفتن نگین خیلی جوان شده و همش دنبال دعوا میگرده، بر اساس روش معمول رؤسای اصلیش دست به افشاگری زد و از جکوزی در دفتر مدیران مترو خبر داد. این وسط اما مترویی ها یا همون همشهری ها هم کار عجیبی کردن و رفتن از این همه خبرنگار دعوت کردن بیان و ببینن این جکوزی نبوده و یه توالت فرنگیه. جهت اطلاع عرض میکنم، همشهری و ایران هر دو از بودجه بیت المال ارتزاق میکنند. حالا از فردا توپخونهشون نیاد سمت ما. آقای نامی، وزیر جدید ارتباطات، هنوز نیومده، مشتری صرفن شده. دلار قیمت واقعیش تو ایران 4 تومن 8 ریال. بله بله. حالا برای این دلیل دارم. 4 تومن و 8 ریال. بله بله. چرا؟ چون سازندگی قبل از انقلاب بود 6 تومن و 8 ریال. سازندگی بله. ما کم نشده که. بله. عدد جالبی بود آقای دکتر نامی. میگن خیلی حساس شرکت در برنامه‌های زنده و اینا. شما قبلش این هم این گونه نیست. در همین بحث ارتقاء سلامت اداری کشور چه مقدار موفق بوده و چه مقدار تونسته تو این بحث تکالیفش رو با توجه به عجب سوال سخت و خفنی. آقای وزیر، فکر نمی‌کنی اگه نهادها و وزارتخونه‌ها و سازمان‌های نظارتی به همین یه سوال جواب بدن دکون برخیاشون تعطیل بشه؟ ببخشید من یه مقداری به دلیل سرماخوردگی وضعیت بالاخره سلفچگان هم دارای یک آرامستان یا قبرستان شد. الان وقت و وقت دیگه یکی یکی داریم میمیریم، از قلع گرفتیم سر از این شدیم یکی الان یکی برده الحمدلله. یک دو تا هم در نه چیزی نظرک ایشالله وقت داشه. یه سه چهار تا پایین آبادی پیر پالتخت داریم، ایشالله این هم زودتر بیمیرن، جامون هم میخواییم بگیریم زودتر راحت بشیم. سوال و جواب عجیب یه مجری با رئیس اتحادیه بنکدارها. 500 هزار تومن و 600 هزار تومن داریم میگیریم و 300 تومنش میدیم اجاره، با 200 تومنش 300 تومنش بعد الان عید بگذرونیم. عیدی های خیلی ها رو هنوز ندادن، خیلی ها حقوقاشون هم هنوز نگرفتن، حقوق بهمن رو ندادن. الان اینا شب عید رو چیکار کنن؟ به نظر شما هم غریب گیر آوردید. نکنه ایشون مسئول اقتصادی کشوره که باید جواب همه چیزو بده؟ چطور وقتی بعضیا به مسئولین مربوطه میرسن سرشون به علامت تایید روی ویبره میره، اما وقتی به بنکدارا میرسن اینجوری گیر سپیچ میدن؟ خدایی اشتباه نگرفتید این بابا رو؟ اون دیگه دست ما نیست. بالاخره تونستیم با لابی آقای شمقدری رو گیر بیاریم و درباره لابی اسکار قبلی بپرسیم. با چند نفر این صحبت شد؟ شما آدرس چم میخواین؟ نه با چه تعداد؟ قطعا سلام نیست آدرس هم بدیم، چون قطعا اون افراد از من فکر کنم مثل فانتوریه وقت از اتحادیه اروپا اخراجشون. اوکی جواد جان، فعلا شب بخیر. تابلوی انتقادات و پیشنهادات رو در مدارس میزنیم، اما گاهی انقدر ارتفاعش بالاست که دست بچه ها به اون نمیرسه. این بدون شرحه، یعنی تفسیرش با خودتون. دو تا نکته بگم این آخر کاری. یکی این که برخی از مسئولین و بعضی از نماینده های مجلس از برخی آیتم های هفته گذشته ما گلایه داشتند. خب شما مراقب صحبت کردنتون باشید. این قبول که ما گاهی تند میریم و برخی وقتها کند میریم، که بیشتر وقتها هم کند میریم، اما خب
این به نفع همه ماست که شما بیشتر مراقب باشید و بذارید صرفاً جهت اطلاع صرفاً جهت اطلاع بمونه. نکته دوم این که مردم این روزها هر طور شده صورتشون رو سرخ نگه می‌دارن و خریدهای عید رو انجام میدن. دستشون درد نکنه اما خواهشن کسی رونق بازار رو به حساب خودشون نذاره، چون این مردمن که دارن خوب مدیریت میکنن. ضمناً این هفته ارز و سکه افتاد، یه مقدار افتاد قیمتش. هوا هم یکم خوب شده، منم بهتر شدم انگار. هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار. یه صبح